سلام خوشگلا، ما برگشتیم با یه ویدیو دیگه و یه آموزش خیلی باحال دیگه. اگر براتون سواله که این موهای من چرا این شکلیه، میتونید به ویدیو قبلی من رو ببینید و متوجه بشید موهای من چرا این شکلیه و اصلا بعدش چه اتفاقی میفته، چون قراره یه مدل موی خیلی باحال رو با هم دیگه اینجا تست بکنیم. پس برو ویدیو قبلی رو ببین حتما اگر ندیدی. الان اومدیم که یه آرایش چشم خیلی باحال با هم دیگه انجام بدیم. من میکاپ پایه‌ای صورتم رو انجام دادم که اگر باز میکاپ پایه‌ای رو آموزشش رو ندیدی، برو ویدیوهای قبلی حتما چک کن و ویدیوهای آموزش میکاپ رو نگاه کن، چون از صفر تا صد میکاپ رو برات آموزش دادم. اینجا میخوایم الان روی چشممون کار بکنیم و یه آرایش چشم باحال با هم دیگه انجام بدیم. پس برو بریم. خب بچه ها، ما برگشتیم، میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم با همدیگه یه سایه چشم تمرین کنیم، یعنی اینکه با همدیگه آموزش ببینیم. من خودم هم بار اول هست میخوام این ترفند رو تست بکنم. چی کار میکنه؟ میاد با موج فرکن برای خودش یک سایه میزنه. چجوری؟ میخوایم با هم تستش کنیم. پالت سایه من رو که همتون میدونید اینه و میخوایم که یه رنگ انتخاب کنیم و با همدیگه اون سایه رو امتحان کنیم. چی کار میکنه؟ اول از همه میاد این موج فرکن رو میبنده و روی چشمش قرار میده به این صورت. بعد یه خط، حالا هر رنگ سایه‌ای که شما مد نظرت هست و میخوای بکشی رو اینجا میکشه. پس بریم با هم دیگه این رو تست بکنیم. حالا چه رنگی استفاده کنیم؟ خب من میخوام آبی رو استفاده بکنم، به نظرم باحال میشه. بریم ببینیم چطور. خب بچه‌ها، من سایه آبی رو انتخاب میکنم، از روی پالتم میشه این سایه. و وقتی که شما بروستون رو میزنید توی سایه، حتما دقت کنید که بعدش پودرش رو بگیرید. چرا؟ چون وقتی که دارید اون خط رو روی این میکشید، پودرش پخش میشه روی صورتتون. حالا بریم که تستش کنیم. خب بدم نشد، یه خطی میندازه دیگه، یعنی اینکه شما اون بخشی که باید روش کار کنید رو متوجه میشید. حالا بریم که این رو با هم دیگه درست کنیم، یعنی فیدش کنیم. ببینید این خط زیریشو که با کانسیلر شما درست میکنید، پس جایی که باید شما درست انجامش بدید همین قسمت بالاست. یه مقدار اون قسمت بالا رو شروع میکنید فید کردن. بعد چی کار میکنید؟ بعد میاید از یک سایه آبی کمرنگ تر مثل این استفاده میکنید که اون قسمت بالای سایتون رو هم فید کنید. باشه، تمیز شروع میکنم اینو فید کرد. خب حالا قسمت بعدی رو چیکار میکنه؟ قسمت بعدی رو میاد باز از همین برای این گوشه استفاده میکنه. میبینید این قسمتش رو میذاره روی این انتهای چشم و ما بقیه رو میکشه. میبینید رو به داخل، بچه ها از اینجا رو به داخل فید میکنه.
ببینید بعضی وقتا خرابکاری، با خودم هم خرابکاری میکنم، ببینید اینجا رو اشکال نداره، همه اینا رو شما میتونی با کانسیلر درست کنی، شما فقط اون قسمت اصلی سایت رو انجام بده، فید کن، بقیهش با کانسیلر درست میشه. حالا که اینو زدم، باز با همون سایه آبی کم رنگ این قسمت بالای سایه رو آبی کم رنگ بزن. به یه کانسیلر و یه براش تمیز نیاز داریم بچه ها. که چیکار کنیم؟ این خط پایین رو صاف کنیم. چجوری؟ همینجوری که دارید میبینید من میکشم و اینجا که خراب کاری کردیم. اینجا رو دیدید بچه ها؟ پس من این الان با یه براش تمیز فید کردم کانسیلری که زده بودم که این خط سایم تمیزتر بشه. بعد هر جا شده دوباره دوست داشتید آبی تر بشه یا مثلا با کانسیلر پوشیده شده، مثل اینجا که من یه کوچولو دوست داشتم این قسمت بیشتر آبی باشه، شروع میکنید با اون براشی که آبی بود شروع میکنید پیداش کردن. دوباره نمیزنیدش توی سایه، همون میزان سایه آبی که توش هست براش کافیه. خب اینم از این چشم من که تا اینجا. حالا این قسمتی که من کانسیلر زدم قراره چی بشه؟ میخوام از یک سایه شاین آبی برای این قسمت استفاده کنم. ببینید سایه شاین آبی ما زیاد داریم، این هست، حالا توی تصویر اگر بهتر مشخص بشه، این هست، این هست، این هست، این هست، این سمت هست. شما با توجه به سلیقه خودتون بچه ها از یه سایه شاین آبی میتونید استفاده بکنید. شاین ها رو به صورت ضربه‌ای بچه ها استفاده کنید، مخصوصا وقتی که شاین درشتی باشه حتما به صورت ضربه‌ای. قسمت بالا. حالا برای زیر چشم اون بچه ها، باید زیر چشمتون هم همون جوری که بالای چشمتون آبیه پایین چشم هم آبی باشه. نمیشه که شما مثلا این چشم من رو در نظر بگیرید اگر زیر چشمتون رو کار نکنید، عملا یعنی که سایتون ناقصه، یه کوچولو تو زوق میزنه. پس بهتره که زیر، چون خیلی سوال داشتید که چرا باید حتما زیر چشم رو هم سایه بزنیم، مثلا من دوست ندارم یا هر چیزی، اگر زیر چشمتون نزنی الان این یه سایه که اینجوری در نظر بگیرید، من زیر چشم هم نزدم، خب خیلی جلوه قشنگی نداره. خب من براشم هم تمیز کردم، حالا برای زیر چشم از همون سایه آبی پررنگی که اول استفاده کرده بودم برای زیر چشم استفاده میکنم. اینجا رو میکشم رو به پایین. و اینجا رو هم رو به بیرون.
بعد از سایه آبی کمرنگ برای هم فید کردنش هم یک کوچولو پایین تر از سایه استفاده. میبینید یکم سایه من جون گرفت الان با این سایه که زیر چشمم استفاده کردم. من این چشمم انجام بدم و برگردم. برو بریم. خب بچه ها من آرایشم رو تکمیل کردم و برگشتم. این چشمم با شما انجام دادیم. این یکم که خودم انجام دادم اومدم. رژ لبم هم یه تفت خیلی باحال داره که اگر دوست داشتی یاد بگیری پیج من رو ساب کن، زنگولرم بزن که وقتی آموزش این نوع رژ لب رو برات گذاشتم زنگونت زنگ بخوره و بودوی بیای نگاه کنی، چون خیلی به دردت میخوره. این هم از آرایشی که ما انجام دادیم با ترفند چی؟ اون فر موجه. خیلی میتونه کمکت بکنه و من راضیم. اوکیه. چرا؟ چون قرینه برات در میاره، خیلی خوب برات در میاره. حالا اگر دوست داری که حالا یه ذره مثلا جمع‌ترش بکنی میتونی، من حالا یه ذره بالاتر کشیدم، میتونی یه ذره جمع‌تر بکشی، این دیگه بسته به سلیقه خودت داره. و مثل همیشه لایک یادت نره، سابسکرایب یادت نره، شیر کردن یادت نره و مرسی که من رو حمایت میکنی و همیشه حواستون به من هر زنگوله رو میزنید و میدوید میاد ویدیوهای من رو میبینید. ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم. پوست به کله‌هاتون.